مهندسان و متخصصان که توسط من طناز فتحی تهیه و مورد توجه افراد بیشماری قرار میگیره به کار و حرفه خود رونق بیشتری ببخشید. ارائه پیام های بازرگانی شما با ایده نو نتیجه متفاوت تر از هر آنچه که تا کنون دیده اید خواهد داشت. برای ساخت و پخش پیام های بازرگانی خود با من طناز فتحی با شماره 818-425-1952 تماس بگیرید. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و در روز 30 آپریل 2013 که برابر است با 10 فروردین ماه 1391 برنامه گام به گام با خبرها را به شما پیشکش می کنم. بینندگان گرامی، وقت بخیر. چرا که در 30 آپریل 2013، بی تردید هنگامی که برنامه ما را می‌بینید، روز 1 ماه می است. این فاصله زمانی که در یک لحظه بر روی کره زمین ساعت‌ها و روزهای متفاوت را داریم، بی تردید ما را بر این می‌وادارد که بگوییم وقت بخیر و همواره وقت شما بخیر. به این ترتیب روز اول ماه می که از اول ماه می 1886 در شیکاگو آغاز می‌شود و تا به امروز ادامه داشته، کارگران جهان در بخشی از جهان با مبارزاتشون و در بخشی از جهان در حالی که به بسیاری از خواستهاشون دست یافتن، این روز را جشن میگیرن. به هر کجای جهان که نگاه کنیم، روز اول ماه می پیوندی دارد با کار و کارگر. برای نخستین بار شایسته است که بدانیم در سال 1300 شمسی، یعنی درست 92 سال پیش، یک بانوی روزنامه‌نگار ایرانی به نام روشنک نودوست که پیک سعادت نسوان را منتشر می‌کرد، در رشت برای نخستین بار روز اول ماه می را جشن گرفت و از اون روز است که در ایران روز اول ماه می برگزار شده. در بسیاری از سال‌ها به سبب فشار و اختناق موجود نتوانستند به آن شکلی که در جهان رسم است برگزار کنند. ما امروز در حالی به روز اول ماه می نگاه می کنیم که آقای شهابی به زندان بر می گردد از مرخصی، شماری از کارگران و کوشندگان آنها در زندان هستند و مسئله بیکاری، بیکاری پنهان، گرانی، تورم، حداقل دستمزدی که نمی تواند حتی با آن یک کارگر خانه برای خود اجاره کند، بزرگترین مشکلی است که پیش روی کارگران است. گذشته از مسائل سندیکایی و مسائل تشکل‌ها که این روزها حتی اعلام می‌کنند در برابر مجلس دیگر کسی نخواهد توانست تظاهرات بکند و این رو البته نه فقط به صورت برابر کارگران، در برابر همه می‌بندند و اجازه نخواهند داد که در برابر مجلس کسی اعتراض بکند. می‌دانیم که شرایط کارگران چگونه است. اجازه بدهید همراه با شما به همه کارگران جهان، به ویژه کارگران ایران، بگوییم اول ماه می خجسته باد.
و اما در جهان، امروز آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی به مسئله سوریه و استفاده از سلاح‌های شیمیایی پرداخت. در هفته‌ای که گذشت دیدیم که آقای چاک هگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که تا اینجا گزارش‌هایی در دست است که به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای دولت سوریه از گاز سارین استفاده کرده و این برخلاف این چیزی است که آقای اوباما در دیدار خودش با ملک عبدالله اعلام کرد که خط قرمز سوریه استفاده از سلاح شیمیایی است. ولی در همین فاصله در سنای آمریکا جمهوری خواهان به ویژه آقای مککین و آقای لینزی گرام فشار بیشتری می آورند که آمریکا وارد یک مداخله و یا بهتر است بگوییم جنگ با سوریه بشود. امروز آقای اوباما که بخشی از پیام گفتگوشون رو به زبان همین انگلیسی خواهیم دید اشاره میکنند که تا زمانی که مطمئن نشدن و یک کمیته تحقیق به درستی نگفته که آیا سوریه و به مفهوم دولت سوریه، ارتش سوریه، نظامیان سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردمشون استفاده کردند یا نه، در این مورد اعلام کار قطعی نخواهد کرد. باید منتظر اون لحظه باشد. So when I said that the use of chemical weapons would be a game changer, that wasn't a position unique to the United States, and it shouldn't have been a surprise. And what we now have is evidence that chemical weapons have been used inside of Syria, but we don't know how they were used, when they were used, who used them. We don't have a chain of custody that establishes what exactly happened. And when I am making decisions about America's national security and the potential for taking additional action in response to chemical weapon use, I've got to make sure I've got the facts. That's what the American people would expect. And if we end up rushing to judgment without hard, effective evidence, then we can find ourselves in a position where we can't mobilize the international community to support what we do. There may be objections even among some people in the region who are sympathetic with the opposition if we take action. So, you know, it's important for us to do this in a prudent way. و این در حالی است که مقامات اسرائیلی به ویژه آقای بنیامین بل ایزر وزیر دفاع پیشین اسرائیل و یکی از اعضای عالی رتبه کمیسیون امنیت ملی در اسرائیل اعلام میکنه که سلاح‌های شیمیایی بشار اسد آرام آرام در اختیار حزب الله قرار میگیره و پای مسئله حزب الله رو به مسئله جنگ سوریه با صحبتش رو به میان میاره. پیش از این نیز در این زمینه صحبت شده بود، حتی هنگامی که کاروانی رو که به سوی سوریه در حرکت بود و یا کارخانه ای رو که اسرائیل مورد هدف قرار داد و یکی از فرماندهان سپاه در اونجا کشته شدن، اعلام کردن که اینها همه به سوی حزب الله و در اختیار قرار دادن اسلحه در دست حزب الله بود. ولی تمام این گزینه‌ها زمانی به یک نوعی به قطعیت میرسه که آقای نبیل فاروق که در اصل معاونت حزب الله لبنان رو به عهده دارند، در یک گزارشی که هست و گفتگویی که میکنه، سخنرانی که میکنه، اصلا موضع حزب الله رو به درست روشن میکنه و میگه که باید در مورد سوریه در کنار بشار اسد بود. والانتخابات النيابية أيا كانت نتائجها فإن معادلة المقاومة لن تتغير. أي موقف لحزب الله تجاه ما يحصل في سوريا أو ما يحصل في لبنان يتصل أولا وآخرا بحماية معادلة المقاومة. هل المطلوب أن نترك أهلنا اللبنانيين في القرى الحدودية عرضة للقتل والخطف والذبح والتهجير؟ حزب الله
قام بواجبه الوطني والأخلاقي في حماية اللبنانيين في القرى الحدودية مع سوريا. در حالی آقای نبیل فاروق این گفتار رو به زبان میاره و در مورد مشارکت حزب الله و اینکه حتما باید حزب الله در مسئله سوریه در کنار سوریه باشه، پیش از این سوپی توفیلی که سخنگوی پیشین بود در مورد حزب الله اعلام کرد که کشته شدن در کنار حافظ اسد، بشار اسد و کمک کردن به بشار اسد درست این است که کسی که کشته میشه نباید او رو شهید خواند، باید جهنمی خواند. یعنی این دو تفاوت دیدگاه رو میبینیم. حال در مورد مسئله سوریه و مسئله‌ای که اسرائیل چگونه در مورد اون موضع میگیره و مسائلی که مطرح هست، میبینیم که در سوریه کشتن باز نمیسته و دوباره در یک انفجار شمار زیادی از مردم زخمی و چند نفر، 33 نفر هم کشته میشن. سوریه به پایان یک خطی داره میرسه که فکر میکنم راه بازگشتش رو از دست داده و خشم جهانی از یک سو و ندانمکاری قدرت‌های بزرگ که نمیدانن در این فاصله چه بکنن در سوی دیگر قرار گرفته. اگر وارد سوریه بشوند جنگی بزرگ را پیش رو دارن، جنگی ناتمام که میدانیم از حاصل آن چه خواهد شد، و اگر دست روی دست بگذارن و هیچ گونه واکنشی نشان ندهند کشتار سوریه بالا خواهد رفت. سیاستمداران جهان این روزها با یک علامت سوال بزرگ روبرو هستند. انفجار یک بمب در مرکز دمشق پایتخت سوریه و در حومه دولتی این کشور 13 کشته بر جای گذاشت. تلویزیون دولتی سوریه گزارش شده است دست کم 70 نفر در جریان این انفجار مجروح شدند و رسانه‌های سوریه این حمله را به تروریست‌ها که در پی براندازی بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌باشند نسبت دادند. ناظران حقوق بشر سوریه گفتند در جریان انفجار امروز دمشق در میدان مرج در ناحیه تجاری قلب پایتخت 9 غیر نظامی و 5 پرسنل امنیتی کشته شدند. بمبگذاری امروز یک روز پس از انفجار در خودروی نخست وزیر سوریه وائل الحلقی رخ داده که در جریان آن محافظ وی کشته شد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره گزارش‌های اخیر مبنی بر بکارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط دولت اسد ابراز نگرانی کرده است. بنا به اطلاعیه کاخ سفید در این گفتگو اوباما و پوتین هر دو توافق کردند که در این زمینه بیشتر در تماس باشند. بریتانیا و آمریکا هر دو اخیراً به شواهدی حاکی از کاربرد تسلیحات شیمیایی مانند گاز اعصاب سارین در سوریه اشاره کردند. اوباما جمعه گذشته هشدار داد اگر استفاده سوریه از این تسلیحات ثابت شود، سیاست کشورش در قبال دمشق تغییر خواهد کرد. دولت سوریه گزارش‌ها در این زمینه را رد کرده و آنها را کذب محض خوانده است. و اما چون هنوز در منطقه هستیم به این مسئله اشاره بکنیم که پس از دیدار جان کری از اسرائیل و سپس از کشورهای عربی و دیدار چاک هگل از اسرائیل و دوباره کشورهای عربی، به نظر میرسه که توانستند در پشت درهای بسته و گفتگوهایی که تا به امروز خیلی هم به نتیجه آن مطمئن نیستیم، اسرائیل را متقاعد کنند که برگردد و بپذیرد طرح سال 2002 اتحادیه سران عرب را، چرا که در اون گفته شده بود که باید اسرائیل سرزمین‌های اشغالی پس از 1967 رو برگردونه به فلسطین. البته که هرگز اسرائیل این رو نه تنها نپذیرفت، بلکه به شهرک‌سازی هم در اون مناطق ادامه داد. ولی اون چه که در خبرها این روز میاد شاید دریچه تازه‌ای رو برای گفتگوها و صلح و پذیرفتن دو کشور در یک کنار یکدیگر باز میکنه. اسرائیل از پیشنهاد سال 2002 میلادی کشورهای عربی به منظور طرح صلح میان این کشور و فلسطینیان استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس طرح اتحادیه عرب، اسرائیل به طور کامل و به صورت کشوری مستقل به رسمیت شناخته می شود، اما در ازای آن اسرائیل باید تمامی سرزمین‌های اشغالی در سال 1967 که در جریان جنگ خاورمیانه به تصرف خود درآورده بود را باید به عنوان تنها راه حل به فلسطینیان بازگرداند. اما اسرائیل در همان زمان اعلام کرد حاضر نیست که از مرزهای سال 1967 عقب نشینی کند. اعلام استقبال اسرائیل از این طرح سالها پس از مطرح شدن آن در جریان دیدار و سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از اورشلیم و دیدار مقامات اسرائیلی با نمایندگان اتحادیه عرب مطرح شده است.
فلسطینیان در حالی خواستار تشکیل کشور مستقل خود در نوار غزه، شرق اورشلیم و کرانه غربی رود اردن هستند که در جریان جنگ سال 1967 اسرائیل این مناطق را به اشغال خود درآورد. چهل و پنج روز به انتخابات باقی مانده و هنوز باز برنامه کسی مشخص نیست. برنامه کاندیداها مشخصی. ولی یک چیزی خیلی مشخص در این میانه دیده میشه. اینکه سپاه وارد گفتگوها شده. سپاهی که میگفت که انتخابات را مهندسی نمی کند، انتخابات را مهندسی می کند و هی گفتار ضد و نقیض نسبت به یکدیگر در این زمینه نشان دادن. حال میبینیم که در این چند روز چه فرماندهان سپاه، چه سخنگوی روابط عمومی سپاه و حتی در مورد مسئله بسیج و از اون سویتر رئیس ستاد کل ارتش، ستاد مشترک آقای فیروزآبادی همه در این زمینه صحبت میکنن. طوری سپاه داره طراحی و برنامه ریزی میکنه به شکلهای مختلف که تنگنا رو به جایی ببره که جز کاندیدایی که خودش میخواد کسی باقی نمونه. در مورد آقای خاتمی دیدیم که آقای شریعت مداری چگونه نظر خودش رو، حسین شریعت مداری کیهان نظر خودش رو اعلام کرد و خیلی روشن نشون داد که مسئله رد صلاحیت است. گرچه نماینده شورای نگهبان و سخنگوش آمد گفتش که هیچ کس نمیتواند به جای شورای نگهبان صحبت کند، ولی این مسائل در ایران مطرح است. آقای خاتمی در واقع الان مطرح میکنند که شرایطی نیست که کسی بتواند حرفی بزند یا بتواند وارد این انتخابات بشود. گلمندی های آقای خاتمی به یک سو، آقای رفسنجانی هم از سوی دیگر در وقتی اعلام می کنند که من هنوز نیامدم ولی فرصت می دونیم که چند روزی بیشتر باقی نیست برای انتخابات و نام نویسی، از سوی دیگر می گویند که یک مرد 80 ساله به چه درد این می خورد که رئیس جمهور بشد و مملکت باید دنبال کسان دیگری باشد. به نظر می رسد که در این گفتگوها و اونچه که در بیرون از این مسائل مطرح است، پیام هایی است که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و آقای رفسنجانی می دهد که خودش را از سر راه بکشد کنار، وگرنه ممکن است دچار گرفتاری بشد. در این گفتگوهاست که احساس میکنیم که گرفتاری را کسی جز سپاه برای مردم تعیین نمیکنه و این سپاه هست که حرف آخر را در این انتخابات از پیش مهندسی شده، نه در لحظه روز انتخابات، از پیش مهندسی شده بیان میکنه. و ما در انتخابات 4 سال پیش دیدیم که بحث انتخابات و آرای احمدی نژاد مطرح شد و پس آقای خامنه‌ای اومد اون رو تایید کرد. حال اعلام کردن که آقای احمدی نژاد مدارکی داره که نشون میده که تقلب در انتخابات شده. تقلب در انتخابات شده به سود کی؟ به سود آقای احمدی نژاد. این بیرون مطرح شده بود، ولی امروز رئیس دفتر آقای احمدی نژاد اعلام میکنه که چنین چیزی نیست و اینها ساختگی است. دفتر محمود احمدی نژاد آگاهی رئیس جمهور از بروز تقلب در انتخابات دوره قبلی ریاست جمهوری را تکذیب کرده است. مرکز روابط عمومی دفتر احمدی نژاد رئیس جمهوری با انتشار اطلاعی این گزارش را تکذیب کرده که یک نوار صوتی در اختیار احمدی نژاد قرار دارد که نشان می‌دهد در مورد تعداد آرای او در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته است. اطلاعیه مرکز روابط عمومی رئیس جمهوری در گزارش امروز خود به صورت خبر فوری و تحت عنوان هدف اصلی از انتشار برخی مطالب دروغین از بین بردن زمینه‌های خلق حماسه است، در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر شده است. در تکذیبیه روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری آمده است در پی انتشار خبر غیر واقعی با موضوع نوار 8 میلیونی توسط یکی از سایت‌های خبری که گرایش خاص سیاسی آن بر همگان آشکار است، صراحتاً تأکید می شود که اصل موضوع مطرح شده در آن و آنچه که به رئیس جمهور نسبت داده شده به طور کامل بی اساس و کذب محض است. این اطلاعیه می افزاید اگرچه این مطلب پس از مدت کوتاهی از انتشار بلافاصله از خروجی سایت حذف شده، اما هدف از انتشار آن زیر سوال بردن سلامت انتخابات 88 و مخدوش نشان دادن انتخابات آینده ریاست جمهوری با هدف ایجاد نگرانی در مردم نسبت به حفظ رأی‌های آنها و در نتیجه کاهش مشارکت و از بین بردن زمینه‌های خلق حماسه است. مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری از دستگاه‌های مسئول خواسته است به موضوع انتشار این خبر رسیدگی کنند و نتیجه را به اطلاع مردم برسانند.
حال میماند در این میان آقای رحیم مشایی که هنوز تصور میکنند که به عنوان نماینده دولت میتواند وارد انتخابات بشود. همین امروز طرح دیگری داستان انتخابات وارد میشه و کمیسیون اصل 90 مجلس رئیسش آقای مصطفی افضلی اعلام میکنه که پرونده های شکایتی در مورد آقای رحیم مشایی موجود است که آن را و نتیجه شد تا پیش از تعیین صلاحیت ها اعلام خواهند کرد. این هم یک دیوار دیگری در این سو، موضوع آقای خاتمی، موضوع آقای رفسنجانی، موضوع رحیم مشایی، همه حلقه تنگتر میشه تا اینکه انتخابات به اون شکلی پیش بره که فرماندهان سپاه میخواهند. و در پایان این بخش بد نیست به نظر آقای نقدی، فرمانده بسیج، که دیدیم در سال 88 چه کار کردن و بچه های مردم در خیابان، فرزندان ایران زمین رو در انتخابات و روزهای پس از اون درگیر شدن، به زندانها کشاندن، شکنجه کردن، کشتند، میآید و میگوید اگر آقای موسوی پذیرفته بود نتیجه انتخابات را، امروز میتوانست 90% رأی بیاورد. یعنی اگر اون روز میپذیرفت و سر تعظیم فرود میآورد و اعتراضی نمیکرد، امروز بار دیگر وارد میشد و در انتخابات 90% رأی میآورد. واقعا که بسیار جدول بندی منطقی آقای نقدی داره. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج جمهوری اسلامی، گفته است اگر میرحسین موسوی نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را قبول میکرد، در این دوره انتخابات پیش رو بیش از 90% رأی داشت. به گزارش ایسنا، نقدی رئیس سازمان بسیج زیر مجموعه. به گزارش ایسنا، محمد رضا نقدی گفته است انتخابات ناآرام به ضرر همه، حتی بازنده انتخابات است. در سال 88 اگر فرد بازنده با دادن بیانیه نتیجه انتخابات را قبول میکرد، امروز اگر کاندیدا میشد بالای 90% رأی داشت. در نتایج اعلام شده آن انتخابات، احمدی نژاد با بیش از 25.5 میلیون رای پیروز آن شمرده شد و همچنین اعلام گردید میرحسین موسوی نزدیک به 13.5 میلیون رای داشته و تعداد آرای دو نامزد دیگر، محسن رضایی و مهدی کروبی، به ترتیب نزدیک به 700,000 نفر و 350,000 نفر اعلام شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به غیر از محمود احمدی نژاد که پیروز این انتخابات اعلام شد، هر سه نامزد، یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، به نتایج اعلام شده اعتراض کردند. انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه برگزار شود و جانشین محمود احمدی نژاد پس از 8 سال تعیین خواهد شد. و برویم سر مسائل اقتصادی در ایران و بی‌تردید نگاهی که دیدبان حقوق بشر و سازمان‌های کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر اعلام کردن در یک گزارش مفصل که دیشب هم به اون اشاره کردم، امروز وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در دو زمینه، یکی در زمینه کارگران و در آستانه روز جهانی کارگر و مشکلاتی که کارگران دارن در یک سو، و در سوی دیگر مسئله گرانی که وجود دارد و شامل همه مردم می شود، به ویژه کارگران، در این زمینه نظر خودشون رو اعلام کردن. البته در این زمینه ها در بخش بعدی با یکی از فعالان کارگری گفتگو خواهیم کرد، ولی نگاه کنیم به این گزارش که برگرفته است از گزارش کمیسیون دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید می‌گوید ترکیب سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و تحریم‌های بین‌المللی سبب شده تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان در تأمین غذا و دارو با مشکل مواجه شوند. بر اساس گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر، مطالعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حکایت از آن دارد که زیربناهای اقتصادی و اجتماعی ایران رو به نابودی می‌رود و پیامد آن نیز تورم شدید، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری فزاینده و رشد فقر در کشور است. این مطالعه با اشاره به تحریم‌هایی که سال‌هاست ایران با آن مواجه می‌باشد گفته است تا سال 91 تأثیر این تحریم‌ها کمتر از سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های جمهوری اسلامی بود، اما از سال گذشته که تحریم‌های جامع چند جانبه به اجرا درآمده، شرایط تغییر کرده که هم‌اکنون باعث ایجاد یک بحران در ایران شده است. بر اساس این گزارش، ایران برای تهیه تجهیزات پزشکی، مواد اولیه دارو و داروی بیماری‌های خاص مانند سرطان، ام اس و هموفیلی به خارج وابسته است، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و اخراج ایران از شبکه سوئیفت، هیچ راهی برای خرید از تولیدکنندگان خارجی وجود ندارد.
سویفت یا انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی از اواخر اسفند ماه سال 90 خدمات خود را به بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایران قطع کرده است. امریکا در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صورت گرفته و موجب شده که ایرانی‌ها برای تجارت با جهان و خرید و فروش کالا با مشکلات بسیاری برخورد کنند. شاید برای آخرین خبر اقتصادی به این نیز شاید اشاره کرد که ژاپن میزان خرید نفت خودش در ماه گذشته رو 4% افزایش داده. این بعد از این است که برخی از کشورها توانستن از آمریکا و کشورهای اروپایی این اجازه رو بگیرن که بتوانند تا اندازه میزان تحریم و واردات نفتشون رو جابجا کنن. آمریکا به برخی از کشورها اجازه داد که به طور 100% در مورد تحریم نفت عمل نکنن و یکی از اون کشورها ژاپن بود، یکی دیگر از اون کشورها کره جنوبی بود. به هر حال ژاپن نیز یکی از کشورهایی است که میزان خرید نفتش از ایران در ماه گذشته 4% افزایش پیدا کرد. صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه مارچ امسال نسبت به ماه مارچ سال گذشته حدود 4.5% افزایش داشته است. از ماه جولای سال 2012 میلادی تا کنون این نخستین افزایش ماهانه واردات نفت ژاپن از ایران است. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد ژاپن، واردات نفت این کشور از ایران در ماه مارچ به 282,000 بشکه در روز رسید. ژاپن به عنوان سومین واردکننده نفت جهان در ماه مارچ 2013 به دلیل کاهش واردات نفت از ایران مشمول معافیت‌های تحریمی آمریکا شد. 10 کشور دیگر نیز برای مدت 6 ماه در فهرست معافیت‌های تحریم ایالات متحده قرار گرفتند. معافیت تحریم به این معنی است که بانک‌های این 11 کشور برای مدت 6 ماه دیگر به دلیل مبادله با ایران از مبادله با بانک‌های آمریکا محروم نخواهند شد. خب تا پیوستن به بخش بعدی برنامه که گفتگویی است با آقای کوهستانی نژاد در مورد مسائل کارگران، برویم به پیام‌های بازرگانی و بازگردیم. آیا شما محصولات موی متفاوتی را که جوابگوی خواسته شما نبوده تا کنون بارها و بارها استفاده کرده اید؟ آیا هر روز آرزو می کنید موهای لخت، صاف و ابریشمی داشته باشید؟ با محصول نچرگانیک کراتن تریتمنت، محصولی بی همتا برای صاف کردن موها، شما بدون پرداخت هزینه زیاد به سالن‌های زیبایی و در منزل خود می توانید به موهای صاف، لخت و زیبا دست یابید. نچرگانیک کراتن تریتمنت برنده جایزه 2011 و 2012 واشنگتن دی سی آواردز. نچرگانیک با داشتن کلاژن و پروتئین بر تارهای موی آسیب دیده اثر گذاشته و باعث نرمی و شادابی آنها می شود و موهای ناسالم و خشک و بزدار را تبدیل به موی درخشان، ابریشمی و صاف می کند. با استفاده از نچرگانیک از داشتن موهای صاف و ابریشمی به مدت 3-5 ماه لذت ببرید. با خرید پکیج نچرگانیک کراتن تریتمنت برای صاف کردن مو در منزل، شما شامپو، کاندیشنر و لیوینگ کاندیشنر را به صورت هدیه دریافت خواهید کرد. نچرگانیک.com 1-888-242-14-24. دکتر زهره میزراهی، وکیل محبوب جامعه ایرانی، نامی شناخته شده در دادگاه‌های مهاجرت آمریکا. با تجربه درخشان 22 سال وکالت موفق در کلیه امور مهاجرت، جهت رسیدگی به پرونده مهاجرتی شما برای گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری، خانوادگی و تجاری، دفاع حقوقی پرونده اخراج از آمریکا در دادگاه‌های مهاجرت، کلیه امور پناهندگی، کلیه امور استیناف. تلفن 310-843-9494 310-843-9494 www.zohremizrahi.com. تلویزیون اندیشه با تکیه به انبوه تماشاچیان فهیمش در سراسر جهان محل مناسبی برای معرفی حرفه و تجارت شماست. برای یافتن مشتریان ارزشمند و افزایش درآمد خود با بخش بازرگانی ما تماس بگیرید تا یکی از کارشناسان بازاریابی ما راه‌های موجود را با شما مرور نموده و با توجه به بودجه شما بهترین ایده های بازاریابی را ارائه نماید. تلفن بخش بازرگانی 818-734-7120.
بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. روز اول ماه می، روز کارگر بر همه کارگران جهان به ویژه کارگران ایران خجسته باد. در حالی به مسئله روز کارگر و مشکلات کارگران نگاه می‌کنیم که در ایران بیکاری و گرانی بیداد می‌کند. مسئله حضور فعالان کارگری و مسائل کارگران و سندیکاها در کنار مسائل زندان‌ها می‌گذرد و در بیرون کمتر آزادی برای بیان نظراتشون و یا حضور در اعتراضهاشون در مورد زمینه مسائل کارگری کمتر هست. در این بخش گفتگو دارم با آقای مهدی کوهستانی نژاد در کانادا از فعالان کارگری که به ایشون در کانادا وقت بخیر میگم. درود بر شما جناب کوهستانی نژاد. با سلام به شما و کلیه شنوندگان و بینندگانتون در هر کجای دنیا که هستن و تبریک اول ماه می. جناب کوهستانی نژاد، اجازه بدین که پیش از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم یک گزارش خبری دوستان ما در بخش خبر تهیه کردن که به موارد متفاوتی از مسائل کارگران میپردازه، با هم نگاه کنیم و بازگردیم. حتما. یک سازمان مدافع حقوق بشر دولت ایران را به نقض فزاینده حقوق کارگران این کشور متهم کرد. در آستانه روز جهانی کارگر، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای با متهم کردن دولت ایران به نقض همه‌جانبه حقوق کارگران در این کشور گفته است، ده‌ها تن از کارگران و فعالان اتحادیه‌های مستقل کارگری در جمهوری اسلامی به دلیل سخن گفتن در دفاع از حقوق کارگران بازداشت و زندانی شدند. این سازمان از دولت ایران خواسته است تا به این سرکوب پایان دهد و با نزدیک شدن اول ماه می، روز جهانی کارگر، مدافعان حقوق کارگران را آزاد کند. این بیانیه می‌افزاید با آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تهاجم به حقوق کارگران در ایران شدت گرفت و نیروهای امنیتی به ارعاب و بازداشت غیرقانونی تعداد روزافزونی از کارگران مبادرت کردند و آنان را با انگیزه های سیاسی تحت پیگرد قرار دادند و به محاکمه های غیر منصفانه کشاندند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود می نویسد، سرکوب حق تشکیل سندیکاهای کارگری و مدافعان حقوق کارگران در ایران مانع از آن شده تا آنان بتوانند بر سیاست های کارگری دولت و شرایط کار تأثیری بگذارند، در حالی که وخامت اوضاع اقتصادی ایران بسیاری از مردم را به دامان فقر کشانده است. بر اساس این بیانیه در ایران تشکیل اتحادیه کارگری مستقل ممنوع است و ده ها تن از فعالان کارگری تنها به جرم تلاش برای برخورداری از حق تشکل زندانی شدند و بسیاری دیگر با سپردن وثیقه در خارج از زندان و در انتظار رسیدگی دادگاه های انقلاب به پرونده هایشان به سر می برند. دیدبان حقوق بشر می نویسد که روز 15 آوریل، یعنی 15 روز پیش، رضا شهابی از رهبران سندیکایی در ایران در خاتمه مرخصی استعلاجی به زندان اوین احضار شد تا دوره محکومیت 6 سال حبس خود را به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و تبانی علیه امنیت ملی بگذراند. شهابی خزانه‌دار و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یک اتحادیه مستقل کارگری در ایران است که اعضای آن بارها هدف تهاجم دولت ایران قرار گرفتند. در اوایل ماه مارچ نیز مقامات امنیتی 7 تن از فعالان سرشناس کارگری را در سنندج، مرکز استان کردستان ایران، بازداشت و ظاهراً آنان را به فعالیت علیه امنیت ملی متهم کردند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به پرداخت نشدن دستمزد کارگران در تعدادی از واحدهای تولیدی ایران می نویسد، حدود 80% از کارگران ایران به صورت روزمزد یا با قراردادهای استخدام موقت و به شکل غیر رسمی مشغول به کار هستند و در نتیجه با محدودیت حقوق مادی و محرومیت از حمایت و امنیت شغلی مواجهند. در سالهای اخیر شمار کارگران زیر 15 سال در ایران
افزایش قابل توجهی یافته و بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در ماه سپتامبر سال 2012 منتشر کرد، بیش از 90% از 3,250,000 کودک محروم از تحصیل مشغول به کار هستند. این در حالی است که ماده 79 قانون کار جمهوری اسلامی استخدام افراد زیر این سن را ممنوع اعلام کرده است. طی چند سال اخیر بر میزان تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج کارگران افزوده شده و بر اساس آمار رسمی حدود 50% از واحدهای تولیدی خط تولید را متوقف کرده یا در آستانه توقف خط تولید هستند و کارخانه های بزرگتر نیز با حدود 30% ظرفیت فعالیت می کنند. به گفته ی رئیس خانه کارگر که یک نهاد دولتی است، بین ماه می سال 2011 تا ماه می سال 2012 بیش از 100,000 کارگر ایرانی بیکار شدند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه اسامی تعدادی از فعالان کارگری را که در زندان به سر میبرند منتشر کرده و یادآور شده است بر اساس ماده 22 معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کارگران از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برخوردارند. ایران این دو معاهده را امضا کرده، اما اگرچه عضو سازمان بین‌المللی کار است، تا کنون از امضای کنوانسیون‌های این سازمان در مورد حمایت از حق آزادی سازماندهی و تشکیل نهادهای کارگری و تعیین حداقل سن کار خودداری ورزیده است. روز اول ماه می روز بین المللی کارگر است و در بسیاری از کشورهای جهان مراسمی به همین مناسبت برگزار می شود. خب جناب کوهستانی نژاد، درود بر شما بار دیگر. برمیگردیم به استودیو و مسئله کارگران، روز کارگر. شمار بالای کارگران از نظر بیکاری، مسئله قراردادهای سفید و مشکلاتی که پیش روز، شرایط امروز کارگران رو شما چگونه میبینید در حال حاضر؟ زندگی میکنند بسیار وخیمه و هر روزی هم که ما میشنویم، میبینیم، اخبار رو دنبال میکنیم و گزارشاتی که میرسه نشون میده که بدتر و بدتر میشه و اینکه چجوری این وضعیت قابل برگشته و کارگران در مقابل این کاری که میکنن بتونن زندگی بکنن، دورنمای زیاد خوشایندی رو نشون نمیده با این وضعیتی که آقایون دارن پیش میبرن. و ما طبق گزارشی که خودتون دادید الان و بسیارم کامل بود، همه جوانب کار رو نشون داد و نشون داد که واقعیت امر اینه که این وضعیتی که کارگران ما درش زندگی میکنن، یک کسانی دارن در خط مقدم این مبارزه فعالیت میکنن که این کسانی که دارن این مبارزه رو پیش میبرن برای یک حقوق بنیادینی که بالای 100 ساله تو تمام اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده، ولی متاسفانه تو کشور ما نه تنها به رسمیت شناخته نشده، بلکه حتی حاضر نیستن که ازش اسمی برده بشه. یعنی امروز داشتن حق تشکل ما تو کشورهای موریتانی و اینا هم میبینیم که به رسمیت شناخته شده، در صورتی که ما قانون کار ایران که 1302 نوشته شده، بسیاری از کشورهای همسایه ما وجود نداشتن تو اون تاریخ. ولی امروز بعد از ما حدود 90 سال میبینیم که کارگران ایران نه تنها وضعیتشون بهتر نشده، بلکه بسیار در مقابل کشورهای دیگه بدتره و ما یک بخشی از این وضعیت نابسامان هم که راجبش صحبت نمی کنیم و این مسئله ترافیکینگ که به اصطلاح میگن برای فروش زنها یا استبردن زنها برای تنفروشی در کشورهای مجاوره که اینا هم حق و حقوق اینا دائما از این میره و بسیاری از اینا اصلا گم میشن، کسی نیست که دنبالشون بکنه و این وضعیتیه که خود این دولت به وجود آورده. و مسئله‌ای که ما کمتر هم راجبش صحبت میکنیم، ما حدود چند میلیون معتاد داریم که بخشی از عمده اینها
از خانواده های کارگری میان تو شرایط بسیار نامناسبی به یه همچین کارهایی رسیدن. و ما امروز من نمیدونم شما شاهدش بودید که تو اعدام اون دوتا بچه‌ای که به عنوان زورگیر بود دوتا دختر گریه میکردن و نگاه میکنیم در اصل اینا بر اثر بیکاری و نبود یک برنامه درست در کشور ماست که ما هر روز میبینیم وضعیت بدتر میشه و یک قشر بسیار محدود کوچیک 1% آقازاده ها و آقایون خودشون رشد میکنن، میلیاردها دلار و اینا رو بر میدارن، فرار میکنن و حق و حقوق کارگران ما رو که نمیدن هیچ، حتی نمیذارن صداشون هم در بیاد. این وضعیت یک نمونه خیلی محدودی از اون چیزیه که ما میتونیم نشون بدیم و ببینیم. آقای کوهستانی نژاد، شما به مسئله حق تشکل و مسئله اتحادیه‌های کارگری، سندیکاهای کارگری و این نوع مسائل که همواره به در جهان به عنوان یکی از پر اهمیت ترین مسائل کارگری به زندگی و قرارداد و کار کارگر گره خورده اشاره کردید. شرایط اتحادیه‌ها و سندیکاها و هر گونه تجمع و تشکل کارگری در شرایط امروز ایران چگونه است؟ امروز دیدیم که در خبرها میگن که قرار است جلوی مجلس را حتی نرده بکشن که کسی برای اعتراض نتواند جلوی مجلس بیاید. به این ترتیب حتی یک اعتراض ضمنی را که میتواند برای مسئله بیکاری، گرانی پیش بیاید رو جلوش رو میگیرن. از سوی دیگر تا آخرین لحظه هایی که من در جریان هستم مجوز برگزاری روز اول ماه می برای کارگران در ایران صادر نشده. ببینید از سال 1386 بعد از زمان این درگیری و اومدن آقای احمدی نژاد رو کار ما میبینیم که اصلا عملا هیچ گونه مجوزی برای نه تنها تظاهرات به خودشون، یعنی حزب خانه کارگری که از خودشونه تو تمام این 30 سال تو سرکوب و جنایت بغل خودشون بوده، به اینا هم حتی اجازه هیچ گونه حرکتی نمیدن چون یادشونه تو ورزشگاه شیرودی چه بلایی به سرشون اومد. امروز تشکلات کارگری در ایران نه تنها حق به وجود اومدن ندارن، بلکه به قول آقای شاملو اینه که دهانت را میبویند نگفته باشی دوستت دارن. حتی کسی صحبت از این بکنه که میخواد یه تشکیلاتی درست بکنه، اگه تو بخشای مثل پتروشیمی، نفت و گاز و برق و اینا باشه که سردرد طرف باید اخراجش میکنن که یادش نیاد که کجا بوده. تشکل سازی و تشکل یابی در اصل بنیاد دموکراسی در کشورهای غربی بوده، یعنی بدون وجود تشکل کارگری نمیتونه بنیاد این نهادها به وجود بیاد و متاسفانه تو جامعه ما تو تمام شرایط سرکوب شده و امروز بدترین نوع سرکوب رو داره. یعنی شما نگاه میکنید استراب سم باشه، دنبالشون برن، اذیت و آزارشون بکنن، اینا حتی به خانواده و من فکر کنم احشام دروبر خونهشون هم رحمه میکنن که گربه همسایه بغلی هم یادش نره که یک نفر توی یه خونه گفته که میخواد تشکلیابی بکنه. یعنی سرکوب، بدترین نوع سرکوب دیکتاتوری که فقط من فکر میکنم تو دهه آخر دهه 1930 تو کشورهای فاشیستی بوده، امروز تو جامعه ما داره اجرا میشه. آقای کوهستانی نژاد، ممکنه بسیاری از بینندگان ما با مسئله قرارداد سفید آشنایی نداشته باشن یا کارگرانی که در اصل یک قرارداد سفید دارن و در به نوعی استخدام نیستن و هر زمانی میتوان اونها رو قطع کرد و دوباره از اول قرارداد سفید نوشت. این داستان قرارداد سفید که برای از بین بردن منافع کارگران است که بهشون به هیچ منافعی و هیچ سودی و هیچ مثل بیمه و چیزهای دیگه تعلق نگیره، چگونه داره در جامعه ایران رشد میکنه؟ ببینید این قارچگونه تو 20 سال گذشته ما میبینیم به خاطر اینکه نهاد دولت در جامعه ما هیچ گونه جوابگویی نداشته باشه و خصوصی سازی و خودمونی سازی در اصل رو رایج کردن. کارگران ما رو با این حتی این حداقل دستمزد هم به کسانی که قراردادی امضا میکنن بهشون تعلق نمیگیره، طرف به یه برگه سفید امضا میکنه و کارفرما هر چی دوست داره رو اون برگه سفید امضا مینویسه. قرارداد سفید یا قرارداد موقت در جامعه ما الان به یه نرم تبدیل شده. یعنی شما حتی تو نهادهای مثل ایران خودرو و پتروشیمی و نفت و اینا میرید بسیاری از کارگران ما کارگران موقت شدن. اینم به خاطر اینکه کارگران از جمع شدن در گرد هم قرار گرفتن دوری کنند. یعنی شما نگاه میکنید یه دونه ساب کانترکتور، یعنی یه دونه چیز
قراردادی زیر یه سه نفر اینجا هم کارگرشه، چند نفر رو یه نفر دیگه داره. در اصل یه نوعی این کسانی که تو سپاه و اینا روش کردن، یعنی که بخشی از بسیج و سپاه هست، به یک نوعی کارفرماهایی شدن تو ایران، که چرا که 60% از کلن صنایع و تمام